هواپیماهای نظامی، غولهای آهنین میدانهای نبرد. چند پیش هند 4 چرخبال به افغانستان داد. نیروهای هوایی کشور که هنوز به خودبسندگی نرسیدند به این گونه کمک ها سخت نیاز دارند. اکنون نخست وزیر هند از دادن چرخبال های بیشتر به افغانستان سخن میگوید. نرندرا مودی در دیدار با رئیس جمهور غنی میگوید که به بخش امنیتی حکومت هند دستور داده تا راه های فراهم نمودن چرخبال های بیشتر را به افغانستان جستجو نمایند. تیم امنیتی خود را مشخصا وظیفه داد تا در این قسمت با تیم امنیتی افغانستان در سطح دیگه صحبت بکنه تا جزئیات از این را نهایی بسازن که چی کنه، با چی تعداد و چه زمانی بر افغانستان این هلیکوپترها را فراهم کردن. برای ما چیزایی را ندادن که به درد ما بخوره. برای ما طیارات F-16 ضرورت است، F-18 ضرورت است. مانند سابق داشتیم طیارات MiG-21، طیارات سو این تیارات هلیکوپتر های بسیار مدرن، این ضرورت است، نه این چطنا بمبیرکی که بر ما داده. آقای مودی، درباره شمار این چرخبال ها و زمان تحویل دهی آنها به افغانستان چیزی نگفته است. در این میان مقام های امریکایی میگویند که در نزدیک به 2 ماه گذشته نیروهای هوایی افغانستان نزدیک به 300 حمله ضد هراس افغانی انجام دادند. این یعنی به هر اندازه‌ای که نیروهای هوایی افغانستان بیشتر بسیج شوند، به همان پیمانه در نبرد با هراس افغانی دست بالاتر خواهند داشت. ممالکی که با ما همکاری میکنن، کمک میکنن، این نهایت زیاد با ما مهم است. به خاطر از این که افغانستان اقتصادش تا حدی نیست که ما بتانیم یک قوای هوایی نیرومند خود ما به اقتصاد خود بسازیم. نیروهای هوایی بهترین پشتبانان تفنگداران زمینی کشور و یگانه نیروی است که در میان هراس افغانان ترس و وحشت می‌آفرینند. نیروهای هوایی در جنگ با هراس افغانی بسیار اثرگذار گفته می‌شوند، چنان که در هر میدان نبرد هنگامی که هراس افغانان از هوا آماج قرار می‌گیرند شکست می‌خورند و تلفات بسیاری هم می‌بینند. جامعه جهانی اگر قوای هوایی ما را به وقت زمان تجهیز و تسلیم کرد، ما صاحب تیارهای ترانسپورتی، تیارهای شکاری، تیارهای جنگی می بودیم، هرگز ولایت و ولسوالی های ما سقوط نمی کرد. و اقدام هندوستان یک اقدام نیک است. نظامیان نیروهای هوایی را به 5 بخش تقسیم می نمایند. بخش شکار، تهاجم، کشف و ترانسپورت مهمترین این بخش ها هستند. افغانستان هنوز هم در هر یک از این بخش ها کمبودهایی دارد و این برای هر کشوری زیانبار است، چنان که نبرد بی نیروهای هوایی نبرد با یک دست پنداشته می شود.